دو دهه پس از سقوط امارتشان در افغانستان، طالبان بار دیگر به عنوان مدعی بر سر آینده افغانستان ظاهر شدند. این طالب با طالب دو دهه پیش چه تفاوتی دارد؟ سلام، در تاریخ کم نمی‌بینیم زمامدارانی را که پس از یک دوره فترت بار دیگر مدعی تاج و تخت شدند. شماری موفق شدند و شماری در تصاحب دوباره قدرت ناکام ماندند. در اعصار پیشین چنین حاکمانی به ندرت نیاز می‌یافتند به رعایا بقبولانند که تغییر کردند و این تغییر آنان را شایسته‌تر از پیش کرده است. جوامع کنونی اما متفاوتند. مردم دیگر رعایا نیستند و شرایط با چنان شتابی تغییر می‌کند که نیروهای مدعی قدرت به ناچار باید تغییر کنند و در اقناع مردم برای اصالت این تغییر هم بکوشند. اما آیا آنچه در این چند سطر گفته شد کمی ایدئالیستی نیست؟ آیا همه نیروهای سیاسی تغییر می‌کنند یا حداقل در جهت تغییر می‌کوشند؟ اگر چنین بود، آیا ممالکی چون افغانستان و ایران مسائل کمتری نداشتند؟ به طور مشخص، آیا طالبان کنونی با طالبانی که در رأس امارت اسلامی افغانستان دو دهه پیش بود متفاوت است؟ اگر هست، نشانه های آن چیست؟ و اگر نشانه ای دیده نشده، آیا امید به تغییر طالبان به کلی واهی است؟ محمد عزیز عزیزی، تحلیلگر مسائل افغانستان، میگوید نشانه های تغییر طالب به واقع در ماه‌های اخیر دیده شده است. اما ناهید باقی، او هم تحلیلگر مسائل افغانستان، در اهمیت و اصالت چنین نشانه‌هایی تردید دارد. خیلی خوش آمدید. آقای عزیزی، به ما بگید تغییرهایی که شما مشاهده کردید چه هست؟ با نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و خدمت مهمان و محترمتون و همچنین شنوندگان و بینندگان و برنامه دیدنی و جالب و پرگار. مقدمتاً جای داره که عرض کنیم که خب افغانستان بعد از 42 سال دوران سخت جنگ و بحران عجیبی که بعد از کودتای 7 ثور برای کشور حادث شد، خسارات بسیار بزرگ مالی، جانی، اقتصادی و زیربنایی برای کشور وارد شد. مردم بسیار زیاد آسیب دیدند. کودتای 7 ثور دستاورد بسیار بد و نامیمونی داشت. 2 میلیون کشته و در حدود تقریبا 8 میلیون و بیشتر از او آواره برای کشور باقی گذاشت. بعدا که خب منجر به اشغال افغانستان توسط روسا شد و این جنگ ادامه پیدا کرد و خب روسا افغانستان را ترک کردند و نظام کودتایی شکست خود و حکومتی به نام مجاهدین به وجود آمد. متاسفانه وقت نداریم تاریخ افغانستان رو مرور کنیم. امروز مختصر آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که جنگ افغانستان درشون بسیار تاوان سنگی داره. تصمیم اصلی را که به سبب تغییر مثلا موضوع طالبان شد، مسئله تصمیم آمریکا مبنی بر خروج بود. طالبان که با تحت نام مبارزه علیه اشغالگران آمریکایی جنگ آغاز کردند، فعلا دیگه دستاورد و بالاخره دیگه کدام سند و دلیلی به اصطلاح براءت جنگ خود نمیبینند. بنابراین حاضر شدند که به آمریکایی‌ها به عنوان دشمن اصلی خود بالاخره که جنگ میکردند، بالاخره و آماده مذاکره و صلح باشند. خود همی آماده شدن طالبان برای برنامه و روند صلح با آمریکایی‌ها خود به ذات خود بزرگترین نشانه هایی است که طالبان از موضع قبلی خود تغییر کردند و به این شکل نه تنها در مورد مسئله آمریکایی‌ها که بلکه طالبان که دولت افغانستان با وجود که به رسمیت نمی‌شناختند و یکی از عامل های اصلی عمده جنگ دولت افغانستان می‌دونستند، حتی حاضر شدند که با طرف دولت افغانستان نیز آماده مذاکره باشند. از جانب دیگه طالبان با اون شعارهای تند و تیز و آتشینی که در گذشته ها می‌دادند، فعلا با اون شعارها و با اون دیدگاه های قبلی خود در میدان نیستند، چون طالبان در دنیا فعلا با تعامل سیاسی برخورد کردند. طالبان سفرهای در مسکو داشتند،
در پاکستان و ایران داشتند، در مجامع بین‌المللی بالاخره ارتباطاتی داشتند با آمریکایی‌ها. طی سال ماه‌های متعدد بیش از 7 ماه وارد مذاکره شدند، با تعاملات سیاسی آشنایی حاصل کردند. از جانب دیگه تاثیرات مخرب جنگ و اثرات سویی که جنگ بر خود اونها و بر مردم افغانستان هم وارد کرده بود و سبب ناراحتی و نارضایتی خود مردم و ملت شد، طالبان هم به این درجه از شعور و درک رسیدن که این جنگ برای اونها هم دستاورد نداشت جز تباهی و ویرانی و بربادی برای خودشان و ملت افغانستان. بنابراین در موضع‌گیری خود حالا طالبان در مجموع با او شیوه که در گذشته ها برخورد میکردن فعلا برخورد نمیکنن. از جانب از این ما و شما عملا نمیم، طالبان بزرگترین موضع‌گیری بسیار بده که داشتن نسبت به مسئله حضور زنها در داخل افغانستان، تحصیل و مثلا مکتب و اجازه کارمندای زن در ادارات دولتی. اما طالبان فعلا دیگه این گپ رو زبان نمیارن. طالبان مثلا او شرایط و سخت و سختگیرانه که در ابتدا عنوان میکردن دیگه هیچ وقت از او ادعاهای قبلی خود دیگه چیزی بر زمان، اینا همیش آثار و علائم نیست که در مجموع در روند حرکت فکری طالبان و عملکرد طالبان یک نوع تغییر ملموس ایجاد شده. بله خانم باقی، شما چرا به این نشانه ها بدبین هستید؟ آقای عزیزی میگه اینکه با آمریکایی‌ها حاضر شدن مذاکره کنن، اینکه با دولت افغانستان حاضر شدن مذاکره کنن، اینکه اون به گفته ایشون شعارهای تند و تیز قبلی رو نمیدن و اینکه صحبت از منع تحصیل زنان و کار زنان در خارج از خونه نمی کنن، اینها برای آقای عزیزی نشانه‌های امیدوارکننده ایه؟ قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم فقط یک نکته خدمت آقای عزیز بگم. 42 سال جنگ که عنوان کردین، حداقل 20 سال از این بر میگرده و جنگ با خود طالبان، جنگ نابرابر، ناعادلانه و بسیار بسیار ظالمانه. امروز طالبان وقتی روی میز مذاکره ششتن، این نتیجه یک تسامح، نتیجه یک مذاکره، نتیجه خوشبینی نیست. طالبان امروز به خاطر کنار میز مذاکره ششتن، به خاطر یک جنگ نابرابر در مقابل مردم بی‌دفاع و ضعیف. این که از این برمیگردم به سوال شما آقای کریمی، شاید من بیش از اندازه بدبین هستم چون یکی از قربانی های دوران طالبان هستم مثل تمام زنهای افغانستان، و شاید او معجزه صورت بگیره و افغانستان به صلح برسه. اما برمیگردیم به نشانه ها، نشانه ها به ما چنین چیز را نمیگه. در حکومت که طالبان اگر ادعا میکنن که امروز یک قسمت اعظم خاک افغانستان دارن، شما در اون مناطق میبینین که نه تنها مکاتب دخترانه به صورت عادی جریان داره، مکاتب را که دولت تاسیس کردن طالبان، بلکه میبینین که درس‌ها در اونجا اخلال میشه، عمل انتحاری میشه و زنانی که در مناطق تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن، شما میبینین که زندگی از اونها به چی وضع است. بدتر از مناطق جنگ زده و ناامن دولت است. یک دیگه ای که مسئله دوم، تمام کسانی که به خشونت خانوادگی دست میزنن، مجرما، ساحه فرار مجرما کجاست؟ مناطق تحت تاثیر طالبا، به خاطر از اینکه طالبا همچنان به زنا بی‌اعتناستن. سوم ترکیب هیئت، شما چطور میتونین بگوین که یک قشر که جمع شدن فقط چند تا مرد پشتون به صورت خاص، نه از اقوام دیگر طالبا نمایندگی میکنن و هر بار که خودشان نماینده مردم افغانستان میخواین، من میخوام از اونها سوال کنم که مردم افغانستان فقط چند تا مرد پشتون هستن؟ نه، همه پشتونا، حتی پشتونای روشن فکرم با طالبا هم خوان نیستن. طالبا چند تا مرد خوشمغز متعصب جمع شدن و خودشان نماینده تمام مردم افغانستان میگن. نه از حقوق زنان میتونن نمایندگی کنن، نه از حقوق اقوام میتونن نمایندگی کنن و افغانستان متاسفانه یک قوم نیست. افغانستان کشور است که اقوام مختلف در اونجا قدرت دارن، زور زندگی دارن. طالبا تا حاضر نشدن در مناسب مذهبی که به مناسبت اسلام است، مثل عید یا رمضان یا اینا، عملات انتحاریشان را بس کنن، آتش بس کنن. آتش بس گفتن و آتش بس نقص کردن. چطور میتونیم ما با چنین گروهی بگوییم که به خاطر از این که دیگر علنا نمیگن که ما با حضور زنها مشکل داریم، میتونه خوشبینی وجود داشته باشه؟ با آمریکایی‌ها تا سال 2005 جنگیدن و چنین جنگ نتیجه نداشت، واقعا برشان نتیجه نداشت، تلفات داشت. بنا اونها جنگ از موضع آمریکایی‌ها عوض کردن به طرف مردم، قربانی گرفتن از بین مردم بی‌دفاع. عمل انتحاری دقیقاً چی است؟
یک فرد از گروه طالبان میره در بین مردم عادی خودش منفجر میکنه، وحشت افغانی مردم مجبور ساختن به یک مردم بعد از این سال، بعد از 20 سال به این نتیجه رسیدن که اوکی طالبان گروهی نیستن که آدم بشن، طالبان گروهی نیستن که عرف حساب سرشان بشه، طالبان گروهی نیستن که منطق. مردم دیگه نمیخواین با جنگ تعامل کنن، نه اینکه آماده باشن که با طالبان بخواین زندگی کنن. اگر طالبان واقعا چنین اعتماد به نفس می داشتن، طالبان میرفتن در انتخابات استاد میشدن. هیچ وقت ولی طالبان میگه پیش از اون که در انتخابات شرکت کنیم شرایطی داریم و این شرایط در مذاکره باید مهیا بشه. طالبان مطمئن هستند که هر وقت زمانی که دست از زورگویی بکشن شکست میخورن. ابزار تنها ابزاری که طالبان را تا امروز روی قدرت نگاه داشته زورگویی است، خشونت است، خشونت بیش از اندازه. طالبان شرایط را که میخواستن امریکا از داخل افغانستان بیرون شد و بیرون کردن. با چی گونه بیرون کردن؟ تمام نیروهایی که در داخل افغانستان آمد یک به یک بیرون شد. امروز چند هزار ما نیرو داخل افغانستان داریم. 5000 عسکر امریکایی مانده که اونام قرار بیرون شدن دیگه، یا بیرون میشن در بهرحال. همه را بیرون کردن، تمام میخواستن دولت افغانستان پیش در واقع اینا با پیشگام باشن بر مذاکرات. این اتفاق افتاد. طالبان با زورگویی ناعادلانه به تمام خواستای خود رسیدن. چی نیاز دارن که ابزار زورگویی و خشونت از دست بگذارن و وارد شون؟ آقای عزیزی، در مناطق تحت کنترل طالبان از نظر وضعیت تحصیل دختران، از نظر وضعیت خشونت علیه زنان، از نظر به گفته خانم باقی آمدن کسایی که تحت تعقیب هستند به دلیل خشونت خانوادگی از مناطق دیگه و میان وارد مناطق تحت کنترل طالبان میشن و اونجا در امان هستن، از این جهت من با این قسمت خانم باقی موافق نیستم. هرچند که در مناطق طالبان درست است امروز مکاتب دخترها فعال نیست، در مورد حقوق زنها او چیزی که شریعت اسلام برای زنها تعیین کرده ممکن تطبیق نشه، اما در مورد از اینکه مجرمین مسائل خانوادگی برن در طالبان پناه ببرن و طالبان از اونا دفاع کنن، من با این نه تنها که موافق نیستم، بلکه من آثار و علائم و حتی دلایل بسیار زیادی وجود دارد که بسیاری از مجرمینی که متهم به قتل، متهم به دزدی، متهم به جرم و جنایت، به تجاوز جنسی هن و تجاوز به عنف بر کودکان، اطفال، زنان و دختران هستند، حتی دزدان و قطاع طریقان زیر طالبان دستگیر میشن و اونا محاکمه میشن. از این جهت است که با این قسمت صحبت خانم باقی من موافق نیستم، هرچند که انوز مثلا شرایط برای آزادی هایی که لازم است برای زنها، حقوق و امتیازات که اسلام حتی برای زنها داده، این حقوق و امتیازات در مناطق طالبان هم برای زنها داده نمیشه. لفظ هنوز رو استفاده میکنید، آیا منظور شما این هست که اگر شرایط عادی تر بشه، جنگ پایان بیابه، شما امیدوار هستید در مناطق تحت کنترل طالبان وضعیت زنان بهتر بشه؟ من نگرانی خواهرا و زنهای افغانستان رو کاملا درک میکنم و به جا هم است، برای از اینکه یک صفحه تاریک و بسیار ناراحت کننده از گذشته اینا مردم به خاطر دارن و مردم افغانستان همیشه. این مشکل تنها در مورد زنها نبوده بلکه در مورد مردم بوده. آزادی های بسیاری از مردم، رسانه ها مثلا و آزادی بیان و در مجموع به صورت کل برای افراد آزادی های مدنی و شخصی افراد زیر سوال بود در دوره حکومت طالبان. اما طالبان تجربه را حاصل کردند، دیدن، متوجه شدند که در گذشته ها این کار را کردن جز نارضایتی مردم را با خود همراه داشته، جز از این که نفرت مردم را بیشتر با اونا همراه داشته، از این دستاورد نیست. و طالبان الان او طالبای خشک متحجر دینی حساب نمیاد، یک نوع مردمی هستند که با آموزه های مسائل مدنی و اجتماعی و رسانه و آزادی یکمی یه بل اجبار ممکن کشونده شده باشند و الان گزیری از این ندارند. خانم باقی، یکی از سران طالبان در مذاکراتی که در جریان بود در دوحه به همکار خود من از بخش فارسی بی بی سی گفته که ببینید 20 سال پیش این وسیله، منظورش موبایلش بود، در افغانستان نبود، الان هست و همه دارن و ما اگر هم بخوایم نمیتونیم کنترل کنیم این رو و این وسیله تبادل اطلاعاته. گفته ما 20 سال پیش با این چیزها مقاومت میکردیم، سرسختانه مقابله میکردیم، الان فهمیدیم که افغانستان متفاوته
و این تفاوتی که جامعه افغانستان کرده ما رو هم به اینجا کشونده که بپذیریم باید تغییر کنیم. اگر سران طالبان چنین میگن به رسانه ها، شما فکر میکنید صرفا عوام فریبیه یا واقعا به گفته آقای عزیزی از سر ضرورته؟ یعنی فهمیدن که اگر بخوان شریک بشن در قدرت سیاسی باید تن بدن به این تغییرات. قبل از صحبت شما آقای عزیزی، وقت شما میگین که در چه در امنیت در مناطق دولت خوب است و در منطقه طالبان خوب است، در منطق دولت نه، اجازه بدین خدمتتون بگویم کسی که امنیت در همه جا خراب میکنه طالب است. طالب، شما میفهمین طالب است که میره عمله انتحاری میکنه باعث نوامنی میشه؟ خانم باقی، بذارید راجع به امنیت و انتحاری اینها جدیه دیگه صحبت بشه، روی موضوع برنامه متمرکز شما. خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم که طالبان دنبال قدرت هستن، دلیلی که صراحت ندارن اتفاقا نیست. چنین صحبت را با همکار شما میکنن در صحبت خصوصی؟ من در صحبت های عمومی هم کردن در مصاحبه ها، ولی هنوز هم نمیگن که مثلا با حضور زن ها در دانشگاه موافق هستن یا نه. میگن تحصیلات مطابق اسلام، تحصیلات مطابق اسلام در وقت خودشان میگفتن مکاتب ابتدایی، درسته، ولی تو مکاتب ابتدایی هم باز نبود برای دخترها، فقط در هرات تنها جایی بود که مکاتب خانگی بر دخترای خیلی خردسال مردم تشکیل میدادن، ولی مکاتب بر همگی بسته بود. مثلا دوری گذشته خود نقد نکنن، این یک واقعیت امر ما این کار نباید بکنیم. طالبان میگن که ما در دوری اول حکومت ما مرتکب اشتباهات شدیم، گرچه خب بعضیا توجیه میکنن که ضرورت اجتماعی سبب شد که ما بالاخره این محدودیت ها را به وجود بیارن، چون امنیت نبود، ما در قدم اول مصروف تامین امنیت بودیم. من این نگرانی را درک میکنم، زنها حق دارن، مردم حق دارن که تو نسبت به آینده این نگران باشن. یعنی شما حاضر هستین کمچنان ریسک کنین؟ یک بار دیگه، یک بار ما با طالبان بها دادیم، 5 سال آمدن حکومت کردن، هر خرابی که دلشان بود کردن، ما یک بار دیگه میگیم چون طالبان ایواز شدن، ما در آیت ترکیب طالبان یک زن نمیبینیم، طالبان روی منافع زنا گپ نمیزنن، طالبان نمیگن که اصلا بر زنها چی برنامه دارن. میخواین تحصیلات اسلامی داشته باشن، ولی تحصیلات اسلامی تا کدام حد؟ آیا دانشگاه طب افغانستان، دانشگاه پزشکی اجازه می داشته باشه فعالیت کنه در وقت طالبان شما نداشتن؟ ما کلا میدونیم امی طالب هم خواهر و مادر داره، او ترجیح میده که زنش، ولی مادرش اجازه نداد ده قطعه زن... یک دانه زن می آوردن مثل برقه می پوشندن کنارشون، می آوردن که زن من باور میکردم که بله زن بره. اجازه بدید، آیا اگر زنان در ترکیب هیئت مذاکره کننده طالبان بود برای شما نشانه خوب و تضمین کننده بود؟ کافی نمیتونست باشه، واقعا میگم بدبینی خودم، نمیتونستم با حضور یک یا دو نفر زن در اونجا کنار بگذارم، ولی حداقل فکر میکردم که زنها را مثل رعایایی که شما میگین نمیبینن، که مجبور هستن تمام کمال از امیران مرد به عرف شنوی کنن، و حداقل نیاز پزشکی زنها را مثلا تاکید میکردن، گفتن که در هر حال پنزه پوانتون طب یا دانشگاه طب باز میباشه. در وقت طالبان دانشگاه طب بسته شد، آقای داریوش کریمی، نیاز تمام زنها بود که به دکتر زن مراجعه کنند. از 20 سال پیش بود. از کادر موجود استفاده کردن، ولی اجازه ندادن قوت و در شرایط طالبان کادر پزشکی درس بخونه. پس ما چطور میتونیم بگوییم امروز، چون شاید زمان عوض شده. البته زنان در کادر پزشکی دیگه، ولی بذارید موضوع هیئت مذاکره کننده طالبان رو با آقای عزیزی در میان بگذارم. آقای عزیزی، برای طالبان آیا کار از نظر سیاسی مفیدی نبود که بیاد ترکیب هیئت مذاکره کننده شو یه مقدار تنوع ببخشه؟ درایت سیاسی ایجاب میکرد که این ترکیب رو نبینیم، به گفته ایشون مردان سن بالا نسبتاً، مردان پشتون، و شما در این ترکیب از اقوام دیگه نمیبینید، زن نمیبینید، به ندرت جوانانی هم میبینیم. جوانانی که توی هیئت مذاکره کننده یا در اطراف هیئت مذاکره کننده بودن اغلب خبرنگارهاشون بودن. این به ما چی میگه؟ در ترکیب هیئت طالبان اگر ما بی‌طرفانه قضاوت کنیم، من نه به دفاع از طالبان نه علیه طالبان، بله، چون من متجسس با قبیله دیگه تعلق دارم، بله بله، نه به اصطلاح به قبیله دولت و نه به قبیله طالبان، بله، من به قبیله کسی که بالاخره در جریان مسائل سیاسی افغانستان دارای طرز تفکر و اندیشه خاص خودم هستم. اما در عین حال از حقایق نباید چشم بگیریم. در ترکیب یک طالبان تنها پشتونا نیستن،
حقیقت امر این است که مردم از سمت شمال هم هستند، از تاجیک هم هستند و از دیگه ملیت هم هستند، اما کمترن. در این ردیف بالای کی میتونید اسم ببرید؟ من متاسفانه که اسمش از دو نفر از هیئت طالبان الان نفرهای مشهورشون اینا پشتون نیستن، اما واقعا در ترکیب هیئت طالبان یک نقیصه است که چرا زنها نیستن. بله، من با این امر با خانم ناهید کاملا موافق هستم، اما در ترکیب هیئت دولت زنها هستند. همون طالبی که قطعا حاضر نبود با زنها صحبت کنه، حتی با زن صحبت بکنه، حتی با برهنه ترین و حتی با بی حجاب ترین زنها میشینه مصاحبه میکنه، حتی با که نداشته اگه منظورتون سر برهنه است. خب به هر حال ببینید، به هر حال یعنی قرض اینه که او طالب دیگه، او طالب قبلی معلوم نمیشه. بله. خو از لحاظ سیاسی فکر کنم اون طالب هر حال ممکن است بگویم چنان چیز کابل به عنوان نه به عنوان حکومت رسمی قبول داره که میگه اداره کابل بعد میاد مثلا نهایت نه. اما این که یک مسئله دیگه طالب... شما حکومت اداره کابل را هم نگاه کنید. مشکل طالبا عمومی صحبت کردن شون است، مشکل که من شخصا با طالبا دارم عمومی صحبت کردن شون است. طالبا روی هیچ چیز منظورتون اجازه بدید از منظورتون از عمومی صحبت کردن اینه که در چنین شرایطی قبل از اینکه به یک مصالحه نهایی برسن، طالب برای اینکه مردم رو تا حد زیادی از نگرانی به درآورن، بعد می اومدن با جزئیات بیشتر در مورد اون چه که امارت اسلامی آینده مینامن یا حکومت اسلامی آینده مینامن حرف می زدن. یعنی می گفتن که منظورشون از شریعت اونجا که به حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها هست چی هست نظرشون از نظر اونها؟ آره، حداقل میگفتن که شریعت چی نوه شریعت را قبول دارن. شما میفهمین که اسلام وقتی ما میگیم که حقوق اسلامی بر زنها یک بحث خیلی سیال است. ولی آیا این کار ربط به روند سیاسی آینده وقتی که وارد رقابت سیاسی میشن نیست؟ یعنی زمانی اینها باید برنامه دقیق تر بدن که در یک روند سیاسی، در یک روال سیاسی، در رقابت با نیروهای دیگه هستن. شاید شما تند میرید و میخواهید در زمان اینا این کارا رو بکنن که هنوز در حال مذاکره هستن. چون من نیاز دارم که اعتماد کنم، بالاخره قرار است اعتماد کنیم. نه ما به نیست زن و دو نفر زن که شیشته بخوایم بفهمیم که طرف کی است. چون طرف دنبال قدرت است، نه دنبال منافع سیاسی، چیزی که بر ما مشخص شده مثل تمام گروه های دیگه. منظور شما چیه قدرت و نه منافع سیاسی؟ منافع سیاسی، منافع سیاسی است که مثلا میخواه که آرای مردم افغانستان رو با خود داشته باشه، میخواه مردم افغانستان داشته باشه، یک میخواه به هر حال روی مردم افغانستان حکومت کنه. وقت قدرت اینجا اینطوری مطرح میشه، میخواد که سهم بیشتر در قدرت بگیره. امروز میگه که حقوق مطابق شریعت اسلامی، فردا میگه شریعت اسلامی خب دانشگاه رفتن بر زنان نیست، کار در اداره جز شرایط اسلامی بر زنان نیست. اگر ما مثلا وقتی حتی شریعت اسلامی را عنوان بکنیم، هیچگاه شریعت اسلامی معنا نمیکنه که زنا به دانشگاه برن، زنا کار کنن، زن آزادی. بله، 20 سال پیش کرد آقای، 20 سال پیش چه میکرد؟ خب گفتم طالب ها گذشته خود اونها نقد میکنن، میگن که او شرایط نقد چقدر رادیکال و سری. یعنی من برداشت من به این با تحول پیدا کردین، من اتفاقا دوست دارم این نقدار را دانه به دانه بشنوم، چون من چنین نقدی سری ندیدم آقای عزیز. نه در مورد اینکه طالب ها حتی بارها در تمام مصاحبه ها و اینترویوهایی که داشتن، همین سخنگوی از این چیز بیلای مجای چی، همین آقای نعیم وردکی که تازه بالاخره شده چی، بله. چی عبدالمنان نیازی و امثال، هر کدوم از این شما وقتی که با اینا صحبت کرده باشین و اینا اتفاقا با خبرنگارای و با رسانه‌های که ما اشتباهات اساسی کردیم، حتی این مسئله رو یاد کردم که اون شرایط شرایطی بوده که ما به واسه مسائل امنیتی اکسس تهدیداتی آوردن. اما این که خب اینا اعتقاد به این دارن، واقعیت امر بر این است، چون برداشت و استنباطی که از جامعه افغانی دارن، اینا میخوان در بین همین اجتماع زندگی کنن، حتی به قول خانم ناید حتی اگر خواسته باشن اینا حکومت هم بکنن، این حکومت هم نمیشه. آیا در نقدی که از گذشته خودشون کردن، مثلا گفتن که ما نسبت به اقلیت های قومی و دینی بدرفتاری کردیم، ظلم کردیم؟ خب این گفتن اگر روی عبارت نگفتن الان متوجه شدن، چون طالبان الان تنها ترکیب پشتون نیستن، الان تاجیکا در بین طالب هستن، ازبکا در بین طالب هستن، حتی جالب است که طالب شیعه هم وجود داره. اینا اتفاقا فرماندهان بسیار نیرومند و قوی از این عدد ملیت هست غیر پشتون هست. غیر پشتون هست. ای خودش بیانگر است که طالبان متوجه شدن که در افغانستان تنوع تباری وجود دارد، تنوع بله. زبان، تنوع، حتی در مسائل مذهب فعلا اونا زیاد تاکید به امر ندارن، چون میفهمن که در افغانستان
غیر از سنی های حنفی شیعه هم زندگی میکنه و شیعه حق زندگی دارن و بدون راحت حقوق از این امکان خانم کردن برای اونا نمیشه. خانم باقی بگذارید خودمون رو در ذهن یک مذاکره کننده طالبان، در ذهن رده بالای طالبان بگذاریم و ببینیم نگرانی هاشون چیه. یک نگرانی مهم میتونه این باشه که اگر نشانه های زیادی مبنی بر تغییر بروز بدن، این در صفوفشون ممکنه خدشه وارد کنه. تعداد زیادی از اونایی که بخصوص می جنگن از جهادی هاشون ممکنه جداشن، برای اینکه ممکنه بگن شما دارید ما رو میفروشید. قرار نیست طالب چنین چنان باشه. طالب قرار بود بجنگه، جهاد کنه و یک رهبر طالبان، یک مذاکره کننده طالبان این نگرانی رو داره دیگه. اینا نمیخوان بیان چنان نشانه های صریحی بروز بدن که بخشی از صفوفشون جدا بشه و این رو باید درک کرد دیگه. این بخشی از هنر مذاکره است. مذاکره بکنی بدون اینکه در صفوفت خدشه وارد شه. من تأکید میکنم که دلیل نشان ندادن نه ای است که اونا ترس از دادن صفوفشان ندارن. طالبا در 20 سال گذشته جنگ کردن. این جنگ قبل از هر چیز دیگه منبع مالیش بر من شخصا سواله. پس نشان میده که طالبا یک پشتوانه بزرگتر از ایدئولوژی دارن. تنها ایدئولوژی نیست که اونا رو کمک میکنه. بله، ولی بذارید برگردیم به سوال. از کجا میدونید یکی از انگیزه های مهم رهبران طالبان این نیست که صفوف خودشون رو، جنگاوران خودشون رو یک دست نگه دارن و انشعاب، جدایی رخ نده؟ چون اگر خیلی نشانه های تغییر به وجود بیاد، ما میدونیم که خیلی از طالبان ها، خیلی از طالبان واقعا جهادی ان هنوز دیگه و اینها ممکنه جدا شن. یک قسمت از این که در با هر نوع مذاکره شما یک چیزایی را از دست میدین، این اجتناب ناپذیر است. چنانچه طالبان خواسته باشن حتی اگر نشانه بروز نتن و با دولت به توافق برسن، در یک مقدار از منافعشان و نیروهایشان از دست میده، شک نیست. همچنان که دولت یک مقدار از نیروها و نیروهایی که شاید به قول آقای عزیزی خیلی رادیکال میخواین که حقوق زنها را میخواین یا اینا را از دست میده، دیگه دولت هم به هر حال چیزهایی را از دست میده. دیگه ای که من فکر میکنم که طالبای نشانه ها رو به خاطر از این همیتر که جایی داشته باشه که بر آشا کردن، چنانچه قرار باشه امروز نشانه های سری به تصوبت های سری جایی بر آشا نمیمونه. طالبا راحت آشا میکنن و بارها آشا کردن، اصلا وارد اون جایی که امکان داره که شما برین و از اونجا دوباره بهشون حمله کنن که آقا تو چنین گفتی، اونجا رو در دست نمیدن. یک کلام، ما هستیم، امی هستیم، شما ما رو بپذیرین. با زور میشه، با ضرب میشه. دلیلی که میگم که با از جایی که منابع مالیشان را تامین میکنن، شاید نگرانی اونا را داشته، بیشتر از صفوفشان داشته باشن که نشانه نمیدن. بالاخره اگر مقابل امریکایی ها جنگ کردن، مقابل دولت جنگ کردن، یک پول انگفت عظیم باید بوده باشه. اونایی که دستگیر شدن از طالبا، کسایی که قرار بود حمله انتحاری کنن یا در کابل در جنگ دستگیر شدن، وقت شما اونا را گرفتین، صحبت های از اونا است، مصاحبه های از اونا است که آنها آنچنان از نظر ایدئولیستیان ها چنان که سران طالب نشان میدن وابسته به طرز فکر طالبانی نیستن، بلکه بیشتر مشکلات مالی نمیفهم. ما تا دیدیم که کسی بوده در بین از اونا که با 50,000 افغانی حاضر شده که معامله انتحاری، واسکت انتحاری به جانش بسته کنه برای مردم رو بکشه. دیگه بنان جنگ مالی است. و متوجه هستم. چند نکته هست در این صحبت آقای عزیزی. یکی این که به نظر نمیرسه نگرانی از اختلاف در صفوف طالبان چندان به جا باشه، برای اینکه به گفته خانم باقی انگیزه های جنگاوران طالبان چندان ایدئولوژیکی نیست، بلکه بیشتر فقر است. دوم اینکه ایشون میگن اگر لازم هزینه بده یک نیروی در مذاکرات برای اینکه جلب اطمینان کنه، جلب اعتماد کنه، خب باید این هزینه رو بده، باید صریح بیاد بگه من تغییر کردم که اون بخش از افغانستان که نگرانه اون رو از نگرانی در بیاره. خب این ترتیب است که در همین داد و ستد معاملاتی که بین طرفای صلح فعلا وجود داره، قاعده بازی است که هر کس کوشش میکنه که دست بالا رو داشته باشه. یک رسم معمول سیاسی در دنیا است و این نشان میده که طالبا فعلا از لحاظ سیاسی هم مردم پخته تری هم نسبت به گذشته، چون زبان هم زبان مردم رو میفهمند که با زبان مردم صحبت کنند، هم با مسائل بین المللی آشنایی دارند. شما فکر میکنید الان افغانستانی که 20 سال از زمان سقوط طالبان فاصله گرفته،
زبانی که داره همین زبان طالبان واقعا، یا نه افغانستان چنان فرق کرده که زبان طالب دیگه زبان افغانستان نیست؟ این هم بحث، این هم بحث مهمیه. چقدر افغانستان تغییر کرده؟ چون ما شما باید افغانستان یک جامعه سنتی است، هر قدر که ما به عنوان روشن فکر و تحصیل کرده ها و بالاخره آزاد اندیشا و بالاخره نمیفهم تیپ های جدید و مدرن ادعا بکنیم که یک قسمت بسیار اقلیت کم ناچیز را در شهرها تشکیل میدیم، اکثریت قریب به اتفاق مرتب مردم افغانستان، ملت افغانستان مردمی هستند که همیشه باورهای دینی و سنتی بسیار بسیار بسته دارن و زبان طالبان رو طالبان زبان خودشون میدونن. طالبان کوشش میکنن که انمی پتانسیل بزرگی که فعلا در داخل افغانستان وجود داره این پتانسیل را دست ندن، ایر به عنوان یک ذخیره دائم. از این بیشتر که زبان خود بیشتر کوشش میکنن که با زبان توده ها هماهنگ بسازن، هر چند که مثال بین المللی فعلا ما شما در نظر دارم در عرصه سیاسی حتی با دولت افغان، حتی مثلا در ترکیب همین هیئت که کابل روان کرده طالبان دست بالا را دارن، چون دولت افغانستان اینقدر زیاد امو گرداننده ها و مدیران سیاسی اینقدر فهمیدن نبودن که با طالبان کسانی رو بفرستن که با زبان طالب بتونه درست صحبت بکنه. اون بحث دیگری است، اون بحث دیگری است که ممکنه البته از جانب خود این هیئت نه ممکنه بلکه قطعا به چالش کشیده خواهد شد. بذارید ولی این رو با خانم باقی در میان بگذارم. فکر نمی کنید زبان عمومی در افغانستان به رغم تغییراتی که ازش صحبت شد کماکان زبانی که نزدیک به زبان طالبان، یعنی اگر طالب فکر کنه که زبان من همون زبانی که مردم افغانستان میفهمن خارج از یه سری مراکز شهری به گفته آقای عزیزی، آیا واقعا بیراه فکر میکنه طالبان اگر چنین تفکری داشته باشه؟ من فکر میکنم که افغانستان کشور سنتی نیست بلکه سنتی نگه داشته شده. اولا کی؟ خب اینا فرقی در نهایت نخواهد کرد، هست یا نیست بیان هست، این پتانسیل داره، من شما قبول دارم، ولی این که طالبان میخواین افغانستان با این پتانسیل نگاه دارن این به نفعشان است، یکی یکی. اما سوال شما که افغانستان زبان نزدیک به طالبان هم خان به طالبان داره، این سوال میرن کلامتون از این جهت میپرسم که رب داره به موضوع برنامه، یعنی طالب اگر تغییر کنه سعی میکنه همگام با میزان تغییری که به نظر خودش در افغانستان رخ داده تغییر کنه دیگه. اگر طالب فکر کنه که بله تغییر آمده ولی فقط در مراکز شهری، اگر طالب فکر کنه که تغییر اومده اما در تکنولوژی ها و وسایلی که مردم استفاده میکنن، در اون صورت شاید اون میزان تغییری که خود طالب خواهد کرد همسان و همگام با همون میزان تغییر در جامعه افغانستان خواهد بود. از نگاه خودش بیشتر از اون نیازی نمیبینه تغییر کنه، لازم نیست طالبان احساس کنه که تغییر بکنه در حدی که شما میخواهید، ممکنه احساس کنه تغییر در این حد بکنم که جامعه افغانستان به طور عموم میخواد، که مثلا میخواد دختران هم به آموزشگاه ها برن، مثلا میخواد زنان هم کار کنن ولی با محدودیت هایی و ممکنه تن به این حد از تغییر بده. اتفاقا جایی که طالبا تعصب و خشکمغزیشان روشن رایه میکنن اینیمیج است، بس اصلی ما اینیمیج، چون طالبا فکر میکنن که افغانستان یک کشور سنتی است، دین اصلی مردم اسلام است و همه چیز در زیر نام اسلام است. نیست. ولی فکر میکنن که دیگه نیاز نیست که فراتر از این به مردم چیز بتن. مثلا اینکه مردم افغانستان نیاز اصلی مردم افغانستان از دین بیشتر فقر است و جامعه که رفاه اجتماعی نداره، جامعه که 20 40 سال است به قول آقای عزیزی جنگ تجربه میکنه، 42 سال است و مردم دیگه مثلا واقعا حداقل‌ها را ندارن، بعد حداقل‌ها را زندگی بخور نمیرم، طالب از زیر پاشان میکشه که شما اسلامتان چنین نباید باشه چنان باشه. طالب در جای خوشمغزی به خرج میتن در درک نیاز مردم است. نیاز مردم واقعا امروز نیاز دین نیست، هر مردم هر افغان مسلمان است و هر کس در خانه سجاده و نمازش داره، این به کنار. ولی طالب فکر میکنه چون نماینده مستقیم خدا هستن اونا بهتر میتونن برای مردم دین رایه بتن و تمام چیز دیگه، هیچ چیز دیگه مهم نیست، زندگی مردم مهم نیست، رفاه مهم نیست، فقر مهم نیست، درد و رنج مردم مهم نیست، مهم این است که ما یک اسلام ناب داشته باشیم. و با ایدا هر حکومت آمده، هر حکومت که آمده، هر گروه زورگا آمده از امیدا استفاده کرده، طالب هم از امیدا استفاده میکنه و دلیلی که نمیخواد تغییر کنه همیست، چون فکر میکنه که چون پتانسیل کافی داره، زبان مردم میفهمه و چی نیاز داره که مثلا به قول شما بیا یک جامعه دموکرات تر مثلا رو دست بگیره. عزیزی
تحلیل شما از ترکیب جدید هیئت مذاکره کننده طالبان چیه؟ در مورد اینکه قاضی القضات طالبان الان در این هیئت هست، در مورد اینکه تغییرات دیگه‌ای در این هیئت داده شد، تحلیل‌ها متفاوته. ایده‌ای که بدبینن تحلیل خودشون دارن، ایده‌ای که میگن طالبان جدی‌تره و در این حال نشانه‌های جدیدی می‌خواد بده هم به صفوف خودش هم به جامعه افغانستان، تحلیلشون متفاوته. می‌خوام ببینم شما نظرتون چیه؟ به این جای شک نیست که طالبا کوشش میکنن از موقف بسیار بالا و برتر در مذاکرات برای خود بجد، و در این حال برای مردم افغانستان میخوان وانمود بسازن که ما امو وعده را که بر شما برای نام اسلام دادیم، امو شخصیت های طراز اول و افراد ردهای بالای دینی خود در ترکیب هیئت فرستادن تا مطمئن بشیم که ما امو ایده های دینی و اسلامی که به شما گفتیم، ما میخوایم که امو ایده را بر دولت افغانستان یا به طرف مذاکره کننده بقبولانیم و اونا را وادار و مجاب به امر بسازیم. این یک مسئله است. از جانب دیگه هم این باید مات به نظر بگیریم که خب طالبا خب با درستی درک کردن که در ترکیب دولت افغانستان دست بالا را دارن از این قیاس با ترکیب دولت خدا، چون اینها که نماینده هایی که دولت افغانستان در اونجا فرستاده شده با زبان طالب نمیتونن صحبت بکنن. آیا لازم با زبان طالب صحبت کنن؟ باید زبان خودشون رو داشته باشن. طالب هم زبان خودشون رو داشته باشن. فعلا من میخوام با خانم نه این طرف تا نماینده تمام اقوام مردم افغانستان چیشته. طالبان نیاز ندارن بینن که خودشون با تمام اقوام برابر کنن. تمام اقوام با زبان پشتو. یک مسئله است. پشتو چند تا مرد خشن، این یک مسئله است. این گفته شما یک مسئله، یک پهلوی قضیه است. یک پهلوی قضیه دیگه است که طالب سلاحی رو به دست داره که با همو سلاح باید با طالب تعامل بالمثل بشه. طالب حرفی به اصطلاح به ما بین میاره که باید طرف دولت افغانستان با همو حرف بالاخره طالب از موضع دین. منظور شما آقای عزیزی اینه که طالب میگه من تغییر کردم، اما به گفته امروزی ها دیسکورس یا گفتمان خاص خودشو داره، و این گفتمان خاص خودش که گفتمان دینه، گفتمان از نظر البته خانم باقی گفتمان قومگرایی هم هست، آیا هیئت مذاکره کننده دولت باید به این گفتمان تن بده؟ چنین چیزی در مذاکره هیئت مذاکره کنندگان با استفاده از این ابزاری که خود طالب به دست داره اگر نیرومند باشه از لحاظ فکری، از لحاظ معنوی، این ابزار چه هست؟ ندارن اینا به جهت این ابزار چه در تئی ابزار ابزار معذرت میخوام، این ابزار بزرگترین اشتباه دولت افغانستان در ترکیب هیئت این بود که باید یک تعدادی از علمای سرشناس، شخصیت های منور و رسیده و روشن فکر دینی رو در اونجا روان میکرد که تا با طالبی که وقت دم از شریعت اسلام میزنه، وقت دم از حقوق زن میزنه، دم از حقوق آزادی های مدنی میزنه، با زبان شریعت باش صحبت کنه. در این قسمت طالب خود دست باز گرفته. یعنی من این نگرانی رم قابل قبول است، نگرانی خانم باقی و همه مردم دیگه و حتی طبقه نسوان قابل قبول است که نسبت به آینده باید نگران باشند که آیا مثلا این صفحه ولی شما فکر میکنید کاسی های سمت دیگر رو هم باید ببینیم؟ خانم باقی نظرش چیه در این من بود؟ از صحبت های آقای عزیزی به این نتیجه رستم که گویا یک طالب این ور میز میشیش، یک طالب اون ور میز میشیش، بعد اینا فکر میکردن که آزادی های اجازه بدید آقای عزیزی، ولی خانم باقی علمای دینی که ایشون ازش نام میبره که همه طالب نیستن. خب ایشون میگه که وقتی میگن که در این هیئت در این برجسته نه ببینین میگن وقتی برجسته و علمای دین، فقط تنها نکته که ایشان دارن این است که این طرف هم علمای دین می بودن. نهایتا دو گروه از البته ایشون نمیگه همه مذاکره کننده ها عالم دین نیسته. اجازه بدید آقای عزیزی، ایشون نمیگه که همه مذاکره کننده های طرف دولت هم عالم دین، ایشون میگه در صفوف این مذاکره کننده ها کسی که زبان شریعت بدونه هم باید می بود که یک نفر هم وجود نداره، یک نفر یا دو نفر کمک بیشتر میکرد. این قسمت موافقت میکنم، ولی فراتر از اون من فکر میکنم که اصولا طالبات طوال با مشکلشان با شریعت در افغانستان است، با قدرت است. آقای کریمی مسئله بر از اونها مسئله قدرت است. مگر تمام مجاهدین که امروز در دولت افغانستان
حضور دارن، پست میگیرن، میآیند، پای میشن. اینا مگه به نام اسلام نامدن حکومت دکتر نجیب؟ که به نام اسلام آمدن بحث علاقیه. مگه اینا شما مسلمان بودن از اونا رو شک داریم؟ در 20 سال گذشته حکومت افغانستان بودن. حکومت اسلامی نبوده. من ای ادعا نکردم که ترکیه خدای نخواسته حرکت افغانستان اینا مسلمان نیستن. گپ سر میگم این زبان دین نمیفهمم گپتون یعنی چی؟ یعنی به صراحت من میگم در ترکیب آقای عزیزی حتی در این گفته شما هم درسته، من به شکل سوال از خانم باقی پرسیدمش و ایشون تا حدی هم پذیرفت. حتی در این هم میشه تشکیک کرد، مگر قراره در این مذاکرات راجع به برداشت ها و خوانش های مختلف از شریعت صحبت بشه؟ این مذاکرات راجع به اینه که یک چارچوبی ریخته بشه، قدم هایی برداشته بشه برای اینکه گروهی که کاملا تا حالا نظامی بوده به روند سیاسی بپیونده. تمام این مسائلی که شما ازش صحبت میکنین مال مراحل بعدیه، اینکه یک شارع فقه بیاد بشینه مقابل طالب راجع بشه، اصلا کار این مذاکرات نیست که. امی جنجالی که فعلا در مذاکرات وجود داشت که تقریبا 15-20 روز حنفی متوجه خب انمی بحث به خب در حالی که طرف دولت افغانستان در این حرفی نداشتن. ولی موضوع اینه که بگذارید این خوب. موضوع جدایی از بحث برنامه است، ولی خیلی‌ها گفتن که این یک بیراهه بود که ازش هم ظاهرا گذر شده. بذارید برگردیم به صحبت اصلی برنامه، اونم این است که طالب چقدر تغییر کرده. اگر تغییر نکرده دلیلش چیه؟ و اگر کرده اما نشانه هاش صریح نیست باز هم دلیلش چیه؟ من از خانم باقی پرسیدم که شاید یکی از دلایلی که با صراحت بروز نمیدن که تغییر کردن این است که نگران صفوف خودشون هستن. ایشون رد کردن. شما چنین نگرانی رو در میان رهبران طالبان ممکن است ببینید که اینها احساس کنن که نباید حالا بیش از حد نشانه بدن، بیش از حد حرف بزنن راجع به آینده، برای اینکه باید در روی زمین هم جنگاورانشون بجنگن دیگه. جنگ کماکان ادامه داره از نظر اونها. بدون شک به جهت از اینکه فعلا در داخل افغانستان یک پدیده بسیار خطرناکتر و به مراتب به اصطلاح فاجعه آفرینتر پدیده داعش است. طالبان متوجه به این امر هستند که اگر اینها بیشتر به طور مثال به طرف دولت چراغ صبر نشوندن و خود با جریانات طرح دولت و بالاخره با جامعه مدنی با این گپ و گفتای جدید بالاخره خود همسو و همجهت نشون بدن، خب مسلم است که اینا که با شعار خشک دین و تهجر دینی به میدان آمدن یک تعداد زیادی از افراد از این امکان داره برن به صف داعش برن. اون چه که در روی زمین در صحنه‌های نبرد در دو سال اخیر دیده شده اینه که آب طالب و داعشی در یه جوب نرفته دیگه، با هم جنگیدن دیگه. اینو اگر ما به عنوان یک چیزی که دیده شده بپذیریم، اون وقت این نگرانی بعضی از رهبران طالبان که نکنه بخشی از نیروهای ما برن به سمت داعشی که تا حالا باش جنگیدیم و این موضع ما رو نه تنها ضعیف میکنه بلکه داعش رو از اون رو از اون سو به عنوان یک مدعی قدرت برخواهد آورد، این نگرانی واقعا فکر میکنید وجود نداره؟ امکان داره بله. وقتی شما گفتم در نهایت وقتی بس قدرت از شما چهار طرف مثلا رو میسنجر میبینن که چه چیز باعث قدرت شما میشه، چه چیزای باعث ضعف شما میشه. ای که طالب میخواد گروه قدرتمند بونه، به قول آقای عزیز باز موقعیت بالاتر گپ بزنه، میخواد بیشترین خاک افغانستان در اختیار داشته باشه، زندگی مردم بر اساس روایت از اونا از دین پیش بره. اینو خواستای اینو خیلی طالب صرفا بدون بال قدرته و مسئلهش فقط قدرته، اتفاقا باید به کسانی چون شما تا حدی امیدواری بده، برای اینکه نیروهایی که فقط بدون بال قدرت هستن راحت تر امتیاز میدن برای اینکه قدرت بگیرن یا سهم بگیرن در قدرت. نیروهایی نگران کننده هستن که نه بدون بال قدرت بلکه بدون بال یک ایدئولوژی فوق العاده غیر قابل تغییر هستن و اون هست که خطرناکشون میکنه. منظورم اینه که من متوجه نمیشم که وقتی شما میگید طالبان صرفا به دنبال قدرت هست و از سمت دیگه میگید تغییر نمیکنه، اینا با هم نمیخونه. اون نیروهایی که به دنبال قدرت هستن حاضرن امتیاز بدن. اتفاقا بس همیست، اگر طالب قرار باشه که امتیاز بده قدرت هم میبازه. طالب قدرت را که امروز در افغانستان داره دیگه نیروهای مشابه طالب ندارن. مثلا ایست طالب با محکم شدن روی نمی منافعی که تا به امروز داشته با ایدئولوژی تانسته قدرتش بیشتر حفظ کنه، با مثلا تانسته معامله های پشت پرده بیشتر انجام بده. طبیعتا جنگ 20 ساله بدون منابع مالی نمیشه، با یک ایدئولوژی
و یک صحبت سری جلو پرده پشت پرده، در صورت که آقای عزیزی حداقل اینجا هستند که بر ما بگویند که کشتن اطفال زیر سن با هر تعبیر از دین اسلام گناه دیگه، گناه کبیر است، ولی طالبان بارها با عمله انتحاری چشم بسته ده ها کودک کشتن، عملات شبیه ازی طالبان را دیگر از حداقل از دایره اسلام خارج میکنه، ولی طالبان حاضر نشدن که قسمت نشان بدن که ایدئولوژیشان برشان اهمیت داره، بیشتر قدرت برشان مهم بوده که همچنان وحشت، فضای وحشت نگاه دارن و قدرتشان حفظ کنن. من در مورد اینه که جنایتی که در افغانستان بابت عملیات انتحاری یا کشتن مثلا مردم بی دفاع صورت گرفته، این تنها ای گپ تنها متوجه تنها طالبان نیست، دولت افغانستان هم در همین متاسفانه در همین جنایت سهیم است. امریکایی ها به مراتب بیشتر تر از حتی محفل های عروسی رو بمبارد کردن، حتی مراسم خاکسپاری رفتن بمبارد کردن و مردم بی دفاع رو بمبارد کردن. در این جای شک نیست که طالبان هم طالبان در این جرم این نیست که در اصطلاح دست پاکی داشته باشند، در این هیچ جای شک نیست و هیچ کسی این عمل کردر تایید نمیکنه، برای اینکه این نه اصل شرعی داره، نه دینی، نه اخلاقی و نه هم در نظر موازین بین المللی قابل قبول است. این گپ است. اما طالب تنها توجیهی که برای امر داره میگه که خب طرف مقابل میزنه ما هم میزنیم و این کفایت نمیکنه. آقای عزیزی، اینکه طالب چقدر تغییر بکنه یا نه، این موضوعی که خانم باقی مطرح کردن ربط مستقیم داره. یک نیرویی که یک ایدئولوژی خشک داره و فقط به دنبال اون هست، کمتر انگیزه تغییر داره و اینکه میگه همینه و من در پی اجرای همین هستم. نیرویی که به دنبال قدرته و بازی قدرت رو میفهمه، میدونه باید امتیاز بگیره و امتیاز بده و این داد و ستد رو میفهمه. البته خانم باقی میگه که به دنبال قدرت هستن طالبان و قدرتشون در حال حاضر اینه که امتیاز ندن و روی اون سکویی که ایستادن بمونن. میخوام ببینم تعبیر شما چه هست؟ طالبان رو یک نیروی ایدئولوژیک میدونید که به همین دلیل کمتر امتیاز میده، یعنی کمتر تغییر میکنه، یا اینکه نیروی میدونید که به دنبال قدرت، اگر ایدئولوژی خودش هم داره، مهم براش سهم شدن در قدرت و شاید سهم کامل رو بردن و به همین دلیل امتیاز میده، تغییر میکنه و این تغییر رو در زمان مناسب هم به صفوفش اعلام خواهد کرد. من میخوام بگم که در پشت این جریان، در پشت جریان دولت افغانستان و جریان طالبان، اینا تصمیم گیرنده نهایی هم نخواهند بود که هر رقمی که اینا خواسته باشند در این داد و ستد معاملاتی بر همدیگر فشار وارد کنند تا از یک دیگه امتیاز بگیرند. چرا؟ در اینجا برنامه پروسه صلح، روند مذاکرات فعلا از حالت بین دولت افغانستان و طالبان هم خارجه. در اینجا روسیه دخالت داره، در اینجا امریکا دخالت داره، در اینجا پاکستان دخالت داره، در اینجا کشورهای عربی دخالت داره و حتی ایران هم دخالت داره. بنابراین طالبان و دولت افغانستان ناگزیرند که به نوعی با نرمش و با کوتاه آمدن و با گذشتن و پا گذاشتن بالای از خواسته های خود تن به یک حالت بدن که بالاخره همدیگر را تقبل بکنن و در آینده جانب ترکیبی های بازیگر اصلی شما فکر میکنید تحت فشارن که امتیاز بدن و تغییر کنن؟ 100%. خانم باقی، آیا این نیروهایی که شما تمویل کنندگان نامیدید، نیروهایی که به گفته آقای عزیزی پشت صحنه هستن، اینها فشار نمیارن بر طالبان که تغییر کن، امتیاز بده، اینجا اونجا باید کوتاه بیای؟ یعنی ما تا حالا راجع به تغییر به این شکل صحبت کردیم که طالب احساس کنه باید تغییر کنه، ولی منظور ایشون تغییریه که تحمیل میشه به نیروی سیاسی که در مذاکره است. بستگی داره. مثلا اگر قرار باشه مثلا پاکستان به صورت سری مثلا یکی از نیروهای آمی طالبا بشناسیم یا یکی از تمویل کننده های اصلی از اونا بشناسیم که میشناسیم، حداقل به دلیل آموزگاه نظامی طالبا در پاکستان، خب بستگی داره که پاکستان چقدر مثلا صلح طالبان با دولت افغانستان چقدر به منفعت پاکستان تمام میشه و یا یک امریکا چی مقدار از زیر پاکستان چی مقدار از زیر فشار امریکا قرار میگیره. ولی اگه فکر کنیم که مثلا دری بر طالبا به نفع طالبا از مثلا بازیگر مثل ایران مثلا به نفعش نیست که
دولت و طالبا صلح کنن و امریکا افغانستان مثلا بودن امریکا مثلا بر ایران چی رقم از در داخل افغانستان حامی طالبا باشه یا نباشه حامی طالبا؟ منظور شما رو من نمیفهمم. آیا منظورتون اینه که بستگی داره به که این دولت ها این نیروهای بین المللی پشت این ماجرا چی میخوان و معلوم نیست در هر مقطعی چه چیزی بخوان؟ در هر مقطعی چه چیزی میخوان؟ مثلا حداقل میفهمیم که پاکستان تمایل نداره که این در افغانستان قدرت زیاد داشته باشه، بنان مثلا تا بال از طالبان به عنوان اهرم فشار استفاده میکرد که حضور این در مثلا در افغانستان ناامن بسازه. ایران مثلا میخواست که طالبان در افغانستان باشن و حضور امریکایی ها رو نامزد. این نتیجه گیری رو شما میپذیرید؟ نتیجه گیری که آقای عزیزی کردن که تغییر میتونه تحمیل بشه بر نیروهای سیاسی بازیگر، نیروهایی که میخوان در قدرت سهیم بشن؟ دقیقا این میپذیرم. به خاطر از اینکه فکر میکنم که وقتش رسیده که طالبا وارد قدرت شوند. مثلا حداقل پاکستان میخواهد که فکر میکنه که دولت افغانستان شکست خورده، آمریکا شکست خورده، طالبا در قدرت بیه و بیشتر به نفعش است. آقای عزیزی، اگر طالب نشانه‌ای تغییر بروز بده، بعد از مذاکرات هم در روند سیاسی با صراحت بیشتری تغییراتی رو اعلام کنه، تغییر در برنامه سیاسیش، تغییر به قول شما در نحوه کنار آمدن با جامعه مدنی، ولی وقتی قدرت رو قبضه کرد پشت پا بزنه، چه تضمینی هست چنین اتفاقی نیفته؟ این نگرانی هست. به این نظر هستم که طالب به تنهایی مجامع بین المللی و امریکایی، اتحادیه اروپا، ناتو و حتی روسیه و ایران نمیخوان که به عنوان قدرت برتر و قدرت عام در افغانستان بقید. اینا میخواهند بخواهند و ناخواهند ترکیبی از طالب، از دولت موجود، از تکنوکرات ها، از بقایای نیروی جهادی، حتی از کمونیست ها یک ترکیبی رو به وجود بیارن که در اینجا یک بالانس بین از اینا تنظیم بشه. چی میخوان؟ البته بحث مفصلیه، ولی اینکه بتونن این رو بپرسی بشن فعلا خیلی کوتاه. خانم پیش از امر، در نهایت امر من برداشت نمی ایست که باز اوتلاین کاری به سر میز طالب و دولت افغانستان مانده میشن و گهنه میره باید دنبال کنی. چنین چیزی رو ممکنه بتونن تحمیل کنن قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به طالبان که شما با یک مجموعه از نیروهای دیگه در قدرت خواهی بود، قدرت بلا منازع نخواهی شد و این تضمینی است که طالبان نزنه زیر همه چیز؟ ببینین، بس اصلی همین نگرانی اصلی دقیقاً اینه، اینجا است. ما یک مثلا دلیل هستیم. خب طالبان مثلا اگر قرار باشه که وارد یک قدرت، مثلا وارد یک معامله سیاسی شوه، مثلا زندگی معمولی مردم خیلی آسیب نزنه، با چند نفر دیگه در یک بیلانس بیه، یکی خیلی ایدئال است. در واقع میتونه یعنی نهایت امر ماجرا همین باشه. ولی مسئله چی است؟ در سال 92-94 ما تجربه یک چنین چیز را داریم. 15 از به اون دوره مثلا قرار شد بیاین داخل افغانستان و هر 6 ماه یک نفر بیا، چون بس قدرت بود، مزید قدرت باید هم میچشیدن، ولی نشد. در هم بر همی شد و نتیجهش طالب بود. بعد ما آل دقیقا بدون از اینکه یک چتر داشته باشیم، یک پاراشوت داشته باشیم که بگویم که اگر طالب چنان کرد چی میکنیم. ما یک بار دیگه میگیم چون به طالب خوشبین هستیم، ما میخواهیم با طالب صلح کنیم، صلح هم کنیم، ما خوشبین هستیم، چون اونا دیگه مثل سابق خوشمغز نیستن. مثلا با یک چنین برداشت ما میخوایم همه چیز میدیم دست طالب، بعد مثلا طالب اون شخص نمیشه. نیروهای جهانی بالاخره میگن که مشکل درون بین الافغانی است، مشکل درون خاکی است. یک چنین بهانه‌ای، چرا اصولا امریکا داخل افغانستان آمدن؟ چون دیگه مشکل خاص افغانستان نبود، مشکل مردم افغانستان بود. نتیجه ازی شده بود که امریکا را آسیب زد، امریکا تصمیم گرفت کشورهای دیگه بیاید. ولی در افغانستان اگر چنین چیز باز شد مثلا چی؟ بله، بسیار خوب. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، محمد عزیز عزیزی و ناهید باقی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.